با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان به ویژه هم میهنان عزیز در مام میهن پس از مشروع اخبار ایران و جهان مروری خواهیم داشت بر فراسوی رویدادها گزیده گزارش ها و چکیده از اهم مطالب و موضوعات منتشر در پهنه جهان مجازی تا بازخانی سرفصل مطالب برگزیده امشب همچون همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت اعلام رسمی درگذشت ملک عبدالله پادشاه کشور عربستان سعودی از سوی رسانه های رسمی و ملی این کشور ای و همینطور از سوی رسانه های جهانی واکنش ها به قتل مرموز دادستان آرژانتینی پرونده آمیا موج فضاینده فشارها علیه روزنامه‌نگاران ایرانی پس از تعطیلی روزنامه مردم امروز اهم موضوعات و مطالبی بود که در طول 24 ساعت گذشته به دفعات بیشتر و بالاتری از سوی کاربران شهر شبکه ها در جهان بیمرز مجازی گردش نشر و همینطور بازنشر داشته است همینک برنامه رو می این با گزارشی از فشارهای فزاینده علیه روزنامه نگاران پرسابقه و اما ناهمسوی با حاکمیت همانگونه که در طول هفته آگاهی یافته بودید تعطیلی روزنامه نسبتاً تازه انتشار مردم امروز که به سردبیری محمد قوچانی یکی از روزنامه نگاران صاحب نام عرصه اصلاحات منتشر می شود. آن هم به خاطر یک تیتری که عملا هیچ مسئولیتی متوجه روزنامه نبود بلکه صرفا نکته از یک هنر پیشه تیتر یک روزنامه مردم امروز شد بسیاری از روزنامه نگاران و کارشناسان عرصه رسانه و سیاست به شک فرو و همگی تعطیلی این روزنامه نزدیک به دولت رو اعمال فشار بیشتر با ابزار سیاسی علیه تحول تفسیر کرده بودند در این میان موجی از همدردی و همدلی نیز با شخص محمد قوچنی سردبیر روزنامه های اصلاح طلب از جمله شرق و همینک مردم امروز اعلام شده بود داستان توقیف به همین کش های سیاسی نیز ختم نشد تاثیر اجتماعی این توقیف بنابر گزارش رسانه ها میتونست مدت ها زندگی یک روزنامه نگار رو نیز تحت تأثیر قرار بده یکی از اعضای تحریریه مردم امروز در این باره در گفتگو با رسانه های الکترونیکی میگفت زمانی که روزنامه ای توقیف می شود مردم نام مدیر مسئول و احیانا برخی مدیران آن را می در حالی که واقعیت آن است که بیش از این افراد خبرنگاران، نویسندگان و کارمندان نشریه دچار مشکل می شوند. روزنامه نگارانی که اکنون و به دلیل نگاه امنیتی یا حاکمیت از داشتن یک انجمن سنفی هم محروم هستند در این راستا اما اعمال فشار علیه روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل و دگرندیش از سوی گروه های افراتی می رود که رویه قانونی به خود بگیرد طرح مجلس برای ممنوع القلم کردن برخی روزنامه‌نگاران مهمترین اقدام عملی افراتیون علیه آزادی بیان و مطبوعات است یکی از نمایندگان مجلس ایران از تهیه طرحی خبر داد که بر مبنای آن امکان فعالیت از برخی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه گرفته خواهد شد و آنها به طور مشخص ممنوع القلم می شود حمید رسائی روز دوم بهمن ما در گفتگو با خبرگزاری های و از جمله تسنیم گویا اعلام کرد که ما در حال تهیه طرحی دو فوریتی هستیم که وزارت ارشاد را ملزم می کند که در صورت توقیف چند باره رسانه در اختیار یک فرد به دلیل توهین به مقدسات از فعالیت آن فرد در حوزه مطبوعات و قبول مسئولیت او در این حوزه جلوگیری شود که به طور مشخص به مانع کار شدن قوچانی تاکید دارند گویا ادامه می دهیم بردامه رو با گزیده یک گفتگو با یک نماینده مجلس از طیف افراتیون که از تعطیلی روزنامه ها دفاع می کند. نه تنها دفاع می کند که با شخص قوچانی نیز به میزانی اناد دارد که برخورد و ممنوع القلمی شخص محمد قوچانی رو خواستار میشه خانم فاطمه آلیا یکی از نمایندگان تونرو و رادیکال مجلس در گفتگوی با نشریات الکترونیکی در پاسخ به این پرسش که چرا شما با توقیف روزنامه مردم امروز موافق بودید جواب میداد روزنامه هایی مثل روزنامه مردم امروز که اساس دین اسلام را زیر سوال میبرند و توهین ها و حتی های غربی ها را ترویج می دهند باید برخورد شود این نماینده مجلس در ادامه در جواب به این سوال که سردبیر یا مدیر مسئول هم ممکن است به مسابقه انسان بودن سهون دچار خطا شوند باید فرصت جبران داشته باشند شخص قوچانی سردبیر روزنامه رو هدف قرار میداد و میگفت ببینید ما الان داریم درباره سردبیری صحبت میکنیم که تعداد تخلفاتش بسیار زیاد بوده است آقای محمد قوچانی شناخته شده هستند همین چند وقت قبل در روزنامه دیگری که به سردبیری ایشان منتشر میشد با عنوان زشتی از قانون قصاص که کلام خداست یاد شد که گویا اشاره داشت به روزنامه تعطیل شده ای آسمان به عقیده من یعنی خانم نماینده مجلس میگوید به عقیده من آقای قوچانی دیگر صلاحیت ادامه کار در مطبوعات ایران را ندارد ایشان هر نشریه که توقیف می شود روزنامه دیگر راه می اندازد و شروع به کار می کند و من معتقدم از این پس باید جلوی این کار گرفته شود هر سردبیری پس از توقیف روزنامهش باید از کار روزنامه نگاری خداحافظی کند اظهاراتی بسیار عجیب از سوی نماینده تندروی مجلس برای ممنون قلم کردن روزنامه نگاران در همین هنگام خبرنگار میپرسید آن وقت سردویرها تبدیل به سانسور چی میشوند این گونه نیست که ایشان جواب میدهد خیر خانم تندرو و افراتی نماینده با رفتاری نامتعارف و قذب صحبت با خبرنگار را ترک کرده و گفت ببخشید من بیشتر از این نمیتوانم توضیح بدهم باید به جلسه بروم خدا نگهدار ادامه می دهیم برنامه امشب را با موضوعات دیگر که البته تا حدودی موضوع مرتبط با موضوع پیشین هست در همین راستا برخورده با قوچانی نکته عجیب و شن... شنیدنی تره. این رویداد آنکه جمعی از شهروندان موسوم به همیشه در صحنه شهرستان قوچان با ارسال نامی به رهبری ایران آیت الله علی خامنی خواهان تعویز نام خانوادگی این سردبیر معذور یعنی محمد قوچانی شدند که چرا نام فامیلیشان قوچانی است در بخشی از این نامه گویا آمده بود که برای مردم انقلابی و شهید پرور قوچان که سردارانی چون شهید کلاهدوز و بابا رستمی و شهید موسوی قوچانی تقدیم اسلام و انقلاب کردند و مهد عالمان و عارفان چون آیت الله نجفی قوچانی بوده است رنجی دو چندان دارد که یک موجود به زعم جمعی از مردم همیشه در صحنه یک موجود سست عنصر چون سردبیر روزنامه های مذکور که هیچ انتصابی به این خطه ولایت مدار ندارد جز نامش منظور محمد قوچانی باعث بدنامی این شهر و مردم همیشه در صحنه آن می شود لذا از آن مقام مسئول تقاضا داریم نام خانوادگی مشارون اله را به همان چیزی که از آن حمایت می کند یعنی شارلی عبدو و یا به همان مکانی که قبله آمال او و همفکرانش است غربی فرانسوی و غیرو تغییر دهید که در نوع خود این نوع درخواست برای تغییر نام خانوادگی یک روزنامه نگار بسیار کم نظیر و بی سابقه است کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با مطالب متنوع برگزیده در پهندشت دیجیتال در جهان بیمرز مجازی مرگ مشکوک و پرابهام دادستان آرژانتینی پرونده آمیا که مقامات کلیدی جمهوری اسلامی ایران رو در یک بمبگذاری پرتلفات در مرکز یهودیان این کشور متهم می ساخت وارد فاز تازه شده است در این میان روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروز پنجشنبه دوم بهمن و با استناد به بحش هایی از تازه ترین گزارش منتشره مینوشت نوشت که مقام های آرژانتین و ایران گویا به توافقی رسیده بودند که بر اساس آن آرژانتین به ایران گوشت صادر کند و از ایران نفت تحویل بگیرد و همچنین نقش مقام های جمهوری اسلامی متهم به این عمل تروریستی در انفجار مرکز یهودیان نیز امها شود بر اساس این گزارش کریستنا فرناندز دو کریشنر رئیس جمهوری و هکتور تیمرمن وزیر امور خارجه آرژانتین از این توافق حمایت کرده بودند اما تا آفق فوق به اجرا در نیامد زیرا مقام های آرژانتینی نتوانستند پلیس بین الملل مصوم به اینترپل را قانع کنند تا نام مسئولان ایران رو از فهرست افراد تحت تعقیب خود حذف کند و در این بخش از برنامه می شکافیم ماجراهای محمد رضا رحیمی مرد شماره یک محمود احمدی نژاد که پس از سالیانی معاون اولی این رئیس جمهور جنجالی نظام فقها ها به پنج سال حبس و میلیارد ها تومان رد مال محکوم شد این در حالی است که پیشتر محمود احمدی نژاد یک بار اعلام کرده بود که برخورد قضایی با اعضای کابینه خط قرمز اوست هرچند این تهدید در آن هنگام با تمسخر مسئولان غذایی روبرو شده بود ولی دست کم تا پایان دولت احمدی نژاد کارایی لازم را داشت و عملا برخوردی با این معاون صورت نگرفته بود محمد رضا رحمی معاون اول پاک دست ترین دولت جمهوری اسلامی و نزدیک ترین به علی خامنه ای به فساد گسترده مالی مجرم است پیشینه مدیریتی خیش رو نیز از بخشداری شهرستانی کوچک به نام قروه در کردستان شروع کرده بود بعد نماینده مجلس شد و سپس نیز استاندار کردستان تا سال 76 دوم خرداد 76 در همین فاصله زمانی نیز پرونده های علیه رحیمی مطرح شده بودند از جمله تشدید هدفمند اختلافات مذهبی بین شیعه و سنی اختلاس در پروژه های چون پل روگذر شهر سنندج و بیمارستان به اسد همینطور تصرف اراضی دانشگاه سنندج رفتار غیر اخلاقی با یک کارمند استانداری کردستان دخالت در قتل مخالفان کرد در داخل و خارج از کشور و همینطور دخالت در قاچاق کالا از عراق به ایران و پرداخت رشوه به مقامات عراق و خلاصه موارد بیشمار دیگر که در آن هنگام عناوین اتهامی خفته شده ایشان بود دوم خرداد سال 76 بود که رحیمی با مدیریت توزیع شبنامه علیه محمد خاتمی و تقلب گسترده در انتخابات این استان که در واقع کردستان بر صدر صفحات خبری و رسانه‌ای نشست عبدالله رمضانزاده استاندار جانشین رحیمی در کردستان همان هنگام پرونده علیه رحیمی مطرح کرد که هیچگاه به فرجام نرسید از جمله فروش آرد سهمیه کردستان در خراسان بر مبنای اطلاعات موجود از این معاون مجرم رحمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور نیز مشغول به کار شد که تا به تعبیر خود امین بیت باشد و در همین دوران سرحلقه باندی برای تأسیس شرکت های متعدد بازرگانی و عمرانی می شود باندی که در نهایت در سال 88 به عنوان خانه فساد فاطمی از سوی نمایندگان مجلس معرفی شد و برخی عوامل آن نیز بازداشت و محکوم شدند با همه این توصیفات و شرح مطالب پیش گفته و بر مبنای انبوه اتهام های مطرح شده علیه محمد رضا رحیمی و البته حسب ادبیات رایج قضایی سیاسی ایران عملا میتوان از معاون اول دولت احمدی نژاد به عنوان یک مفسدون فل عرض یاد کرد و اما در وقت باقی مانده نگاه کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه البته به تناسب زمان در گذشت پادشاه فقید کشور عربستان در تمام طول دوازده ساعت گذشته صدرنشین نشین رسانه های دیجیتال و الکترونیکی معتبر جهان و منطقه بوده است این رویداد از چشم برخی از کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی نیز خاصه از جنبش دانشجویی دور نمانده بود و متوجه کاربران بیشماری واقع شد از جمله دبیر و سخنگوی یکی از احزاب دانشجویی پیشرو موسوم به دانشجویان لیبرال کشور در صفحه فیسبوکی خود ضمن ستایش سیاست مدارا و لیبرال این پادشاه تازه در گذشته معتقد بود که ملک عبدالله برخلاف تصویر بیشتر ایرانی ها و حتی بسیاری از فعالان سیاسی ما پادشاهی میانه رو بود و در ساختار سیاسی عربستان و در, مقای... در مقایسه با جامعه به شدت کار این کشور فردی لیبرال به شما می رفت. او در دو دهه زمانداریش تلاش زیادی برای بازتر کردن فضای اجتماعی و سیاسی عربستان کرد و البته در این راه نیز با مخالفت های دائم برخی از بنیادگرایان نیز روبرو بود. و خبر کوتاه دیگر با همین موضوع و مضمون در همین راستا اینکه موجی از همدلی ها و همدردی ها و احترام به جایگاه پادشاه تازه در گذشته ی عربستان در کشورهای منطقه نیز تأثیرات و انعکاس گسترده یافت تا جایی که پادشاه کشور اردن در این کشور چهل روز ازای عمومی اعلام کرده است و با این دو خبر کوتاه از کشور همسایه عربستان در منطقه وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و ورق تازه از برنامه شامگاهی صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدرود